اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا. اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فأردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة و اقرب رحما و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه فکان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک و ما فعلته عن امری ذالک تأویل ما لم تسطع علیه صبرا. بعد این که وجود مبارک موسی به خیر سلام الله علیه امام آخرین تعهد را سپرد که اگر من سؤال کردم فلا تو صاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا و سؤال سوم را مطرح کرد، وجود مبارک خیز فرمود برابر اون آخرین تعهد الان زمان فراق من به شماست. برای تأکید این تفرقه نفرمود هازا فراق و بیننا، فرمود هازا فراق و بینی و بینک. اما در این کار، این اسرار این کار، یک سلسله رحمت هست و یک سلسله علم لدنی. اون رحمت را جداگانه بازگو میکنم و اون علم لدنی را هم جداگانه تشریح میکنم. خدای سبحان موسی کلیم سلام الله علیه را اعزام کرد پیش کسی که هم رحمت این در لاهی نصیب اوست هم علم لدن لاهی، و باید در این حوزه تعلیم نموداری از اون رحمت و از این علم لدنی مطرح بشه. وجود اون بارک خز بعضی از کارها رو به عنوان رحمت الهی اشاره کرد، بعضی از کارها رو به عنوان علم لدن لاهی، یعنی علمی که خدا به وجود اون بارک خز داد و از اون راه به موسی سلام الله علیه ما منتقل شد. مطلب دیگر این است که اگر کسی بخواهد به علم تعبیر به تعبیر قرآن یا علم باطن به تعبیر روایت برسد، چاره جز حفظ شریعت نیست، حدوثاً و بقاءاً. بالاخره راه میخواهد به صراط مستقیم هم غیر از شریعت نیست. اما اگر هر کسی وارد شریعت شد به علم لدنی میرسد، این را وعده ندادم. اما هر کسی از اون طرف به نحو ایجاب کلی است، هر کسی از رحمت لدلاهی و علم لدلاهی برخوردار بود، الا و لابد حافظ طریق صراط مستقیم به شریعت بود. اما به نحو ایجاب کلی هر کس وارد شریعت شد و عمل به احکام کرد، او به علم باطن دسترسی پیدا میکند برابر روایت، یا علم تعبیر را به او عطا میکنند برابر قرآن، یا همچه وعدی داده نشده. ولی حدوثاً و بقاءاً رحمت اندلاهی و علم لدلاهی متکی به حفظ شریعت است. مطلب بعدی آن که من یشاست دیگر نفرمود به غروب کل مؤمنین و مؤمنه، درباره بهشت و جزای آخرت به نحو ایجاب کلی وعده داد. هر کس مؤمن باشه و عمل صالح داشته باشه، خدای سبحان به نحو ایجاب کلی وعده داد که او را در قیامت سعادتمند کنه. اما علم لدنی اون نور الهی بالاتر از بهشت است، یک چیز دیگه است. این رضوان من الله اکبر است، این بر ذکر الله اکبر است. او را که به نحو موجب جزئیه وعده داد، نه موجب کلیه، فرمود من یشا،
من یشاشم برابر با مشیت حکیمانه است دیگر. مطلب دیگه اینکه فرمود چه همه نمیرون، خلوص ندارن، درجات فرق میکنن، برخیا تلفیقی از خوف جنت، خوف نار و شوق به بهشت، بعضی ها گاهی لغزش ها و لممی هم دامنگیر اونها میشود. اینطور که خالصا من القرن للقدم را ایمان بگیرد کم است. خب مطلب دیگه که فرمود اما سفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر. این یه وسیله نقلیه بود که دی از این را ارتزاق میکردن، یه کشتی کرایه بود یا مسافربری بود یا وسیله حمل و نقل گاهی یا تلفیقی از هر دو. الان چند تا مسافر سوار شدن، احیانا ممکن است مقداری باری هم برای صاحبان بار هم بکرده باشه. و کان ورا اهم، تو بحث ورا ملاحظه فرمودید، گرچه برخی از مفسران این ورا را به پشت سر معنا کردن، اما اکثر مفسران اونطوری که تفسیر قرطبی آمده این ورا معنی جلو معنا کردن. نظیر و کان ورا اهم من ورا اهم جهنم، خب ورای کفار و منافقان جهنم است، جهنم در پیش دیگه. این ورا هم را معنی جلو معنا کردن اکثر مفسر. اما سفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر. خب جلو این بندر جلو و ایستگاه قدر سلامت را بدانه، یه مختصر باد میخوره اینجور میشه قدر جوانی و سلامت بدانه. خب فرمود به این که ورای اینها یعنی جلو اینها این بندر، این اسکله، این ایستگاه یک سلطانیست که هر کشتی را غصب می کند. به قرینه مقام این کلمه صحیحه یا سالمه محفوظ شد، محذوف شد، یعنی یأخذوا کل سفینه سالمه غصبا. وگرنه اگر کشتی چه سوراخ چه سالم هر دو را غصب بکنه، خب چرا حضرت پس ای رو سوراخ کرده؟ این قرینه می شود بر حذف اون صفت، یأخذوا کل سفینه سالمه غصب. خب وجود مبارک خضر و موسی مثل سایر انبیای دیگر، اینا بخش مهمشون حمایت از محرومان و مستضعفان بود. اون هدایت عامه و اون تعلیم عمومی که هدن للناس است، این در جاش محفوظ. اما این همه کشتی که در معرض خطر بود، وجود مبارک خضر که نرفت تک تک اینا را سوراخ بکنه، که در بین اینها یه طبقه محرومی بودن که با این وسیله نقلی ارتزاق میکردن، خواست مشکل این محرومان را حل بکنه. پس اصل خطر مال همه کشتی ها وسیل نقلی است، ولی این بزرگوار در صدد حمایت این محرومان بود. لمساکین، اونها که قرائت مساکین گفتن، اون هم به تکلفیست. مساکین همین نیازمندانی که چند تا برادر بودن، وسیله نقلیش و وسیله ارتزاقشون بود. پس این چنین نبود که وجود اون بارک خز برای حمایت اغنیا و فقرا یک جا قیام بکنن، برای حمایت از فقرا قیام کرد. یه بیان نورانی قرآن کریم از موسی کریم سلام الله علیه نقل بکند که سیدن استاد مرحوم علامه او رو در المیزان محور بسیاری از مطالب قرار دادن، و اون این است که وجود مبارک موسی هم در مبارزاتش طبق نقل قرآن کریم این چنین گفت: رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدایا تو من نعمت دادی، علم دادی، قدرت دادی، این نعمت رو من دادی، به پاس احترام از این نعمت من از ظالم حمایت نمی کنم. این اصل کلی. ما هم در نماز مکرر به خدا عرض میکنیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، راه منعم علیه را هم به ما نشون بده.
یکی از اون مصادیق بارز منعم علیه وجود مبارک موسی کریم است، گفت رب به ما انعمت علیه. گذشته از اینکه در سوره مبارکه نساء نبیین و صدیقین و صلحا و شهدا و صالحین را منعم علیه معرفی کرد. خب یکی از مصادیق شفاف منعم علیه وجود مبارک موسی است و یکی از مصادیق روشن روش این منعم علی مبارزه با ظالمینه. رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. ما هم از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم صراط الذین انعمت علیهم، راه و روش منعم علیه را ما بده. خب اینم موسی کریم است که منعم علیه، اونم روش اوست که مبارزه با ظالمانه. پس ما مبارزه با ستم و ظلم را هر روز در هر نماز از خدا مسئلت میکنیم. این از لطائف تفسیری سید الاستاد است که تو بحث‌های قبل گذشت. و پس هم موسی هم خضر سلام الله علیهما در راه مبارزه با ظالم از یک سو، حمایت از مظلوم از سوی دیگر قدم برمی‌داشتند. این رحمت است، این تعلیم نیست. البته گفتن این مطلب تعلیم است، اما انجام این کار رحمت عندالهی است. اما السفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر. تبعیض نمود همه کشتی ها رو که سوار نشدن که بشینه صبح تا غروب کشتی های طبقه محروم سوراخ بکنم که خب میفهمم چه خبره. به کی گرسته بدم؟ اونا خودشون میفهمیدن که اونا خودشون میفهمیدن که کشتی سالم رو غصب میکنن دیگه. یه امر غیبی که نبود، منتها از دست او همین برآمد، ایرم کوتاهی نکرد. خب فرمود اما السفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر. در این سه امر که یکی سوراخ کردن کشتی بود، یکی کشتن اون جوان بود، یکی بازسازی یا نوسازی و اقامه اون جدار بود، از امر اول و دوم وجود مبارک موسی کریم به یک تعبیر با یک تعبیر تندی تعبیر کرد. درباره خرق و سوراخ کردن کشتی فرمود لقد جئت شیئا امرا. درباره قتل نفس فرمود این نوکر است. اگر اون نوکر است به این امر است، خضر سلام الله علیه هم در جواب هر دو نکته رعایت کرده، اون امر را به خدا اسناد نداد، این نوک را به خدا اسناد نداد، این دو قسمت را به خودش اسناد داد. گفت فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة قصد. معمولا نقصها را به خودشون اسناد میدن، کمالها را به خدا. چه که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه همین کار کرد دیگه. اذا مرضت فهو يشفين. این چیزی نیست که انسان به سراغ مرض بره، که بالاخره حوادث رخ داد بر انسان چیره میشه، انسان بیمار میکنه. ولی مرض رو به خود اسناد داد و شفا رو به خدای سبحان. اذا مرضتو فهو یشفین و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه قصب. این راجع به اون امر امره که این رحمت لدالهی. و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین. این غلام، این جوان یا نوجوان، پدر و مادر او با ایمان بودن. فخشینا، این خشیت که مشترک است در مقام فعل است، نه وصف نه ذات و نه مقام ذات که اوصاف ذات که منطقه ممنوع است. در مقام فعل جای لعله هست، جای لیته هست، جای رجا هست، جای خوف هست، جای خشیت هست و مانند هست. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، که معنا شد فاردنا. اما این در این مقدمات هر ضمیر متکلم الغیر است، اما وقتی به اون مرحله کمالی میرسد دیگه ضمیر مفرد میشه. فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. هم از در نزاهت روح و تزکیه نفس اون آینده فرزند آینده بهتر از این است، هم از در پرهیز از عوق والدین از این اقرب است، هم از در رعایت صله رحم از این اقرب است، هم از نظر اینکه پدر و مادر را در اون دین یاری می کند از این اقرب است.
چه کاری از این بهتر؟ این بیان نه امروی خبر ندارن که در قتل نفس پدر و مادر کهش اطلاع نداشتن که بل قتل نسبت ندار لذا قتل را خودش اصلا صفر قتل نبود. اون بددی که به جای مقتول می نشیند که خیر و رحمت و علم لدنی او را تأیید میکند او را به خدا نسبت داد، نه اینکه قتل را به خدا نسبت داده باشد. قتل را که ضمناً به خودش اسناد داده بود، اما تبدیل این مقتول به اقرب رحما را به خدا اسناد داد. کشتن اون کسی که آیندش سیاه بود را به خود اسناد داد. دادن یک برادر نسبت به او و فرزند برای اون ابوان را که اقرب و رحما هستند، اقرب و زکاتن هستند، این رو به خدا اسناد داد. نه دیگه، در مقام فعل یعنی فعل. فعل حوزه امکان است. امکان لعله برمیداره، لیته برمیداره، خوف برمیداره، رجا برمیداره، زمان برمیداره، رفت آمد برمیداره. بله، خب یکی از وجوه است که اون بزرگوار برمی کرده. خشیت رو ما به علم معنا بکنیم، تعبیل میخوادیم برای اینکه مقام ذات رو با مقام فعل مرحوم سید، حالا این بحث خواهد آمد، هم اون چرا که مرحوم مفید رضوان الله علیه داره، هم چرا که مرحوم سید در تنزیه الانبیا داره، این دوتا کتاب، یعنی این دوتا کتاب ما اما فیه ما و علیه ما برای شد جداگانه بحث بشه. حالا ما بحث تفسیری رو بگذرانیم انشاءالله. بعد خب این اگر بخوایم اما که در مقام فعل باشد، در موارد فراوان خودشون فرمودن که لعله و لیته و این هم حقیقته، چون مقام فعل است. مقام فعل مقام امکان است، حوزه امکان است، و مقام ذات که بره میگرده که کسی که از علم لدنی برخورداره، تازه این علمش از ذات اقدس اله گرفته شده، اونجا برای خشیت نیست. اگر بخوایم این خشیت رو به ذات استاد بدیم، میشه غلط. غلط یعنی غلط. ما یه غلط داریم، یه صحیح، یه بس. صحیح یا حقیقت است یا مجاز، این دو بس. اسناد خشیت به مقام ذات غلط است نه مجاز. اسناد خشیت به صفات ذات غلط است نه مجاز. اسناد یا اله ما هو له است میشه حقیقت، یا با یه تناسبی است میشه مجاز. ما اگر جریان را با آب اسناد دادیم، گفتیم جرال ما میشه حقیقت، این اسناد اسناد حقیقی است، الا ما هو له. جریان را به نهر که خانه رود است، رودخانه است، خانه رود است، اسناد دادیم گفتیم رودخانه جاری است، این مجازه. اما جریان را اگر به جدار و دیوار این اسناد دادیم میشه غلط. غلط یعنی غلط، هیچ تناسبی ندارد. اسناد خشیت به ذات اقدس اله یا اوصاف ذاتی غلط است. اسناد خشیت به فعل خدای سبحان میتونه مجاز باشه، لعله همینطوره، لیته همینطوره. خب حالا انشاءالله اون دوتا کتاب را جداگانه بنشد بحث بکنیم. یعنی فرمایش مرحوم مفید که احتمال داد این موسی غیر از اون موسی باشه، همون احتمالی که فخر رازی تقویت کرد. دو تا قول دارد، دو تا قیل دارد. اول احتمال اولش اینه، بعد قیل بیمیل نیست که اون قول اول رو تقویت کند. بعد از فرمایش مرحوم مفید میرسیم به فرمایش شاگرد ایشون مرحوم سید مرتضی در تنزیه الانبیا، ببینیم چی میگن و صحت و سقم اون فرمایشات هم تحلیل میشه شد. خب فرمود فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفر. در اینجا تا اونجا که مقدمه کار از ضمیر متکلم الغیره، اونجا که به کمال میرسد فعل مفرد میشه، ضمیر مفرد میشه. فعردنا ان نبدلهما نیست، ان یبدلهما ربهما، اون که اینها را تدبیر میکند، مالک اینهاست، مدبر اینهاست، سید اینهاست، خیرن منهو زکاتن و اقرب رحما.
در اینجا و بحثایی که در اوائل سوره مبارکه نه هیچی مشکل نداره که اون رب اونا تا اونجا که مقدمه کارتون چندین کار دیگه فراهم کردن زمینه و کشتن و اینها که مقدمات هست، این مقدمات را به ضمیر متکلم مع الغیر برمی‌داره. اما یه برادری را به جای این برادر، یه فرزندی را به جای این فرزند به اون پدر و مادر دادن دیگه رحمت است و کار خیر نیست، زیرا از این بعد هرچه زمین هست مفرده. این جریان مقابل جریان اوائل سوره مبارکه نساء که اونجا بحثش گذشت و اون آیه 9 سوره مبارکه نساء. در آیه 9 سوره مبارکه نساء مقابل این آیه مطرح شد، فرمود وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. این آیه هم در جریان غلام میتونه بی ارتباط نباشه و هم به جریان اون عمل جدار ارتباط تنگاتنگ دارد. بر این است که ذات اقدس اله رابطه فرزند و پدر یا فرزند و جد را حفظ میکند. اگر کسی یه آدم بدی بود نسبت به ایتام دیگران بدرفتاری کرد، بعد از مرگ او هم ایتام او آسیب می‌بینه. اگر کسی آدم خوب بود هم در زمان حیات او خدای سبحان از راه فرزند به او خیر می‌رساند، هم بعد از مرگ او از راه خضر راه به نوه‌های او یا فرزندان او خیر می‌رساند. اگر کسی خودش در زمان حیات آدم بدی بود به ایتام دیگران ستم می‌کرد، آیه 9 سوره مبارکه نساء میگوید که شما بترسید، برای اینکه همین بلایی که شما به سر ایتام دیگران درآوردید رو سر ایتام شما در بیاد. و آیه محل بحث و همچنین آیه جریان جدار میگوید اگر شما آدم خوبی بودید، خدا به وسیله فرزندان صالح به شما عطا خیر عطا میکند یک، و اگر مردید اثر خوبی شما را فرزندان شما مییابند دو. پس این رابطه متقابل بین پدر و پسر، بین جد و نوه هست. و اگر کسی بد بود این بدی به فرزندان او هم میرسد، و اگر کسی خوب بود این خوبی به نوه های او و فرزندان او هم میرسد. حالا ارتباط مستقیم بین آیه 9 از سوره نساء و آنچه که محل بحث است درباره جداره، ولی نسبت به این ابوا هم در محل بحث راجب غلامین هم بی ارتباط نیست. فرمود به این که چون اینها آدمای خوبی بودن، خدا خواست از راه داشتن فرزند صالح به خوبی اینها پاداش بدهد. فأردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه. اما جریان این دیوار که شما هم بالاخره این کار کردی، شما هم میتونستی اجیر بشی، الان به من میگی چرا اجیر نشدی؟ شما وقتی که دیدی اون دختران شعیب سلام الله علیه مشغول آب دادن، فراهم کردن آب برای گوسفندانن، حالا برو شعیب نشناسی، ندونی اینا بچه های شعیبن، ولی از این که دامدار بودن، امکانات مالی داشتن، میتونستی به عنوان وای که نیازمند بودی گفتی رب نیل با انزل تعالی من خیر فقیر، میتوانستی اجرت بگیری. حالا به من اعتراض میکنی که چرا اجرت نگرفتم؟ مستحضری که در اون سؤال سوم تعبیری از قبیل امر، تعبیری از قبیل نکر به مانند اون ندارد. اون کار اول چون به حسب ظاهر خلاف شرع بود، کار دوم چون به حسب ظاهر خلاف شرع بود، تعبیر به فعل ها نه به فاعل. به فاعل هیچ اعتراضی نداشت، برای اینکه آمده از محضر و فاعل علم یاد بگیرد. اما درباره فعل جای نقد دارد که این فعل قابل نقده، امر است و نکر، و این در فعل سوم هیچ تعبیر گزنده مشاهده نمیشه که این فعل فعل بدی بود. گفت چرا اجرت نگرفتی، در حالی که خودش هم میتوانست اجرت بگیره.
اونها دامدار بودن، امکانات مالی داشتن، میتوانست بگوید من برای دام شما آب تهیه میکنم به این شرط که من مثلا این مقدار موز بدید. این کار نکرد. فرمود و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه. سیدن استاد رضوان داره میفرماد به این که محتمل است که اینها از اون قریه فاصله گرفته باشند، رسیدن به یک شهری یا شهری در کنار اون قریه باشه، برو فاصله نگرفته باشن. حضرت فرموده به که این دیوار مال دو تا بچه یتیم شهر بود. خب اگر چرونچه این مدینه همون قریه است که قرطبی و امثال قرطبی برانن میگوین یا تفسیر ابی سعود، اونا میگن گاهی مدینه بر قریه اطلاق میشه، چه اینکه گاهی مدینه را هم میگن قریه، قریه را هم میگن مدینه. به همین دلیل اینا خیال کردن که این مدینه همون قریه است. سیدر استاد میفرماد به این که اگر این مدینه همون قریه بود دیگه گفتن نداشت، یا با ضمیر اکتفا میکرد. و اما جدارو فکان یتیمین فیها، که در اون قریه بودن دو تا بچه یتیم اون قریه، این دیوار مال اونها بود. اما از این که فرمود عمل جدارو فکان لغلامین فیل مدینه، احتمال این که این مدینه غیر اون قریه باشد هست. بنابراین ما اگر خواستیم بگوییم قرآن هم قریه را مدینه میدونه هم مدینه را قریه، باید احراز بکنیم که مقصود از این مدینه همون قریه بود. در ابی سعود میگوید حالا چون یه تحولی در اینجا پیدا شده، یه خضری آمده، یه موسایی آمده، یه حمایت از محرومی آمده، یک کار خیلی در اینجا شده، این دیگه حالا قریه نیست، مدینه است. مدینه جای مردان متمدن و متدین است که بالاخره به حمایت محرومان و مظلومان و امثال ذالک بشه. تا من البته او یک جمله دارد که اگر باز کنی به این صورت در میاد. خب بالاخره یا این مدینه غیر از اون قریه است یا عین اون قریه. اون چه که سوال برانگیزه اینه که فرمود چون پدرشون صالح بود، من مأمور شدم این دیوار را اقامه کنم، بازسازی یا نوسازی کنم که اون گنج زیر دیوار محفوظ بمونه. اون سوال اینه که در قرآن کریم کسانی که اهل اکتنازن، زرندوزن، کنزی دارن، گنجی دارن، گنجینه دارن، مذمومن. در سوره مبارکه توبه بحثش گذاشت. و چگونه این شخص آدم صالح است و دفینه گنجی داره؟ آیه اینه و اما الجدار فکان لغلامین فیتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا. از این قصه یه سلسله قضایای شخصی برمی آید که استفاده از او آسون نیست، اما یه سلسله قضایای کلی به نحو قضیه حقیقیه برمی آید که همه موارد میشه بهش استدلال کرد. یعنی اگر کسی آدم صالحی بود، هیچ ممکن نیست که اثر صلاح او محو بشه، بالاخره به فرزندان او میرسه. این تعلیل خیر سلام الله علیه است. چون پدرش آدم صالحی بود، من مأمور شدم از طرف خدا که مشکل این بچه ها را حل کنم. این نقطه مقابل آیه نوع سوره مبارکه نساست. در اون آیه فرمود به این که اگر شما بد کردید رو فرزندانتونم میاد. در اینجا دارد اگر کار خیر کردید این خیر نصیب فرزندانتون میشه. این رابطه متقابل بین گذشته و حال محفوظه. بالاخره خیر راه همیشه هست. و کان ابوهما صالحا. باز اینجا ذات اقدس وجود مبارک موسی کار خیر را مفردن به خدا اسناد داد. فأراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من عندک. یعنی این رحمت، رحمتا من ربک، این رحمت عندالله که خدا به تو گفت من به بنده از بندگان دادم، برو رحمت من عندالله را یاد بگیر و علم لدالله را یاد بگیر، این کار نموداری از اون رحمت عند اللهی است.
چند تا کار رحمت است، چند تا کار علم است، بعضی تلفیقی از رحمت علم است. خب اما اون چی که تو روایات ملاحظه فرمودید، بدون روایت مبادا وقتی کسی وارد جلسه تفسیر بشه، چون کل روایات به طور مبسوط خونده نمیشه و اما در ثنایا و اثناء بحث یک دربین شما ببینید به روایات اشاره میشه. در روایات آمده به این که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که چگونه این کنز بود، این چه کنزی بود؟ فرمود این ذهب و فضه نبود، طلا و نقره نبود، اینا کلمات الهی بود، بسم الله الرحمن الرحیم بود، لا اله الا الله بود، شهادتین بود، عجبت لمن ایقن بالموت کیف یضحکو بود، عجبت لمن ایقن بالمعاد کیف یفرحو بود، این کلمات بود، توحید بود، مسئله نبوت بود، مسئله معاد بود، این گونه از اصول بود. بعد فرمود ما کان من فضت ولا ذهب، این تو روایتی که از وجود مبارک امام صادق است، این گنج است به نظر قرآن کریم. اما در بعضی از روایات دارد که اون لوحی که این کلمات روی اون لوح نوشته بود کان فضتن، این دو. اما آیه‌ای که در سوره مبارکه توبه هست که اکتناز را منع کرده، اون درباره احبار و رهبان، اون به این صورت است. آیه 34 سوره مبارکه توبه اینه: یا ایها الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله و الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها فی سبیل الله و بشرهم بعذاب الیم. که درباره واو و الذین اون بحث مبسوطی بود که معاویه دستور داد در جلسات و انجمنهای قرائت قرآن و همچنین وراقان و نسخه نویسان این باب را حذف بکنن که وجود مبارک ابوذر رضوان الله شمشیر کشید، گفت تا این واب سر جاش نباشه من شمشیر از دوشم بر نمیدارم، که اون قصه معروف. خب این مال اکتنازه. اما حالا این گنج فراوان بود معلوم نیست، این یک. و لازم بود در راه خدا انفاق بکند و انفاق نکرد، این دلیل نداریم. دو، این بچه یتیم ها وقتی که بالغ شدن باید یه سرمایه داشته باشن که باو ارتزاق کنن. پدر این رو به این صورت در آورسه، این مقدار که مظلوم شرعی نیست. چهار، برابری ما راهی نداریم بگیم این کار کار بدی بود، با اینکه خدا هم فرمود بکان ابو هما صالحا. پس یک حرف جواب اینه که اصلا معلوم نیست این گنج گنج طلا و نقره باشه، برای اینکه بعضی از روایات دارد ما کان ذهبا بلا فضه، بلکه کلمات توحیدی و نبوت و شهادتین بود و مثل معاد بود و امثال ذالک، این که گنج نبود. در بعضی از روایات که دارد اون لوح ذهب بود، این معلوم نبود که از مواردی باشه که اکتنازش حرام باشه، یه مختصر سرمایه گذاشته برای این بچه‌ها که اگر بروش شدن با این و سرمایه کسب کنن زندگیشون اداره بکنن. پس این قابل حل است. میمونه تعبیر بعدی که فعراد یا رب که ان یبلغ اشده هما و یستخرج کنزه هما رحمت من ربک. این به ما عمل فعل تو هم چه بنازه فرمودید به امور چهارگانه برمیگرده، یکی مسئله سفینه، یکی مسئله قتل غلام، یکی مسئله جدار، یکی مسئله تهدید و هازا فراق و بینی و بینه گفتن، که اینم از امر الله بود نه اینکه از پیش خودم. اما مطلب مهم این است که در جریان خضر سلام الله علیه، حالا گرچه آیه به صورت خضر ندارد، به روایات بر خضر تعبیر شده، اونی که قبلا گذشت این بود که ما یه آب حیاتی داشته باشیم در یک گوشه عالم که اگر کسی او را خورد برای همیشه زنده بمونه و مرگ به سراغ او نیاد. این برخلاف قرآن کریمه، برای اینکه قرآن دارد هر کسی باید بمیره. نه، این کل نفس ذائقت الموت اینه، انک میتون و انهم میتون اینه، این ما جعلنا البشر من قبلک الخلد اف ان مت فهم میتون اینه. لسان قرآن میگوید این است که هیچ کسی به نحو ابد زنده باشه نیست. اما معمرین چرا عمر طولانی داشته باشن؟ این ممکنه.
و ممکن است کسی هم بعد از موت زنده شده باشد که وجود مبارک عیسی این کارو کرده، وجود مبارک ابراهیم کارو کرده. اینا هم یه کارهای بیان الرشد است که انبیا دارن. احیای بعد از موت ممکنه، عمر طولانی ممکنه، اما عمر ابد ممکن نیست. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که خضر، الیاس، عیسی سلام الله علیه و اجمعین هر که باشد، اگر خضر الیوم زنده است یقینا پیغمبر نیست. اگر الیاس الیوم زنده است یقینا پیغمبر نیست، چون صریح قرآن این است که وجود مبارک حضرت خاتم انبیاست. دیگر دیگه لا نبیه بعده او، نه اولی از اولیای الهی است. الیوم روی کره زمین کسی باشه و نبی باشه، این با خاتم و نبی بودن سازگار نیست. الیوم اگر هست ولی است، و الیوم اگر کسی هست باید تحت ولایت وجود مبارک ولی است باشه. کسی باشه روی زمین مستقل از ولایت نیست، مستقل از نبوت نیست. پس بنابراین اینها یا اصلا نبی نبودن، یا طبق بعضی از روایات که نبی بودن نبوت اینها مختومه شد با آمدن نبوت وجود مبارک خاتم انبیاء علیهم الله و تعالی السلام. اما در جریان مبارک هست عیسی روشن نیست که حضرت عیسی رحلت کرده است که انی متوفی که ناظر به آن است، یا رحلت نکرده انی رافع که الیه ناظر به آن است. بر تقدیر وجود مبارک عیسی علی وجه الارض نیست، تو مردم نیست، تو کره زمین نیست. حالا اگه یه موجود آسمانی باشه اون مطلب دیگه است. وقتی هم که در هنگام ظهور حضرت ولی از ارواح نافدا تنزل می کند، به عنوان تابع تنزل می کند، نه به عنوان مسبوع یا همسان. بنابراین این خطوط کلی که حضرت پیغمبر علیه و آله و سلم دارای ختمی نبوت است. ختمی نبوت بهترین تعبیر است تا ختمی مرتبت. این دارای ختمی نبوت است. یک، وجود مبارک ولی از ختمی ولایت است، ختمی امامت است. این دو، اگر کسی تو عالم سمتی داره زیر مجموعه اینها باید باشه برابر تعبیرات قرآن کریم. مطلب دیگه این که اون چی که در باره روزهای قبل گفته شد که وجود مبارک امام صادق فرمود ما از این سرزمین بگذریم این شتر را نهر کنید، این دلیل نیست که ما حج عمره را کم بکنیم. ما باید عاقلانه حج عمره بریم، اون شعار دینی ماست. و حتی مستحضری در جریان کربلا هم همینطوره. برخی از فقها فتوا دادن که زیارت سید شهدا سلام الله علیه مثل زیارت کعبه در مدت عمر برای مستتی واجب است. واجب یعنی واجب، البته معروف بین فقها نیست، اما این رو فتوا وجوب دادن. نسبت به دو امر شریعت اسلام کوتاه نیامده. یکی در باره حج است. همون حالا اگه بعض مال مردم خوب نشد، امکاناتی نداشتن یا نخواستن مکه برن، این بعثه از اونجا در آمده. بر حکومت اسلامی لازم است بعثه‌ای تأمین کند، یه عده رو تأمین کند و اعزام کند که برن به زیارت کعبه تا کعبه خالی از زائر نباشه. این بر حکومت اسلامی واجبه. حالا اگر خدای ناکرده وضع مالی مردم مساعد نبود، مثلا اون روزها که سفر سخت بود، بر حکومت اسلامی لازم است از بیت المال کمک بگیرد، یه عده رو مبعوث کند به زیارت کعبه. همین بیان درباره زیارت سید شهدا است. ملاحظه کنید تو بحث فقهی، گاهی کسی نخواست کربلا بره یا امکانات نداشت، بر حکومت اسلامی لازم است که بعثه‌ای فراهم کند که بزار حسین ابن علی خالی نه. خب بنابراین درسته که حضرت فرمود شتر را اینجا نکشید، اما آدم میتونه عاقلانه مکه بره، حج بره، عمره بره، مگر تهیه کردن سوغات لازمه؟ این بیعقلی ماست که اون طرف داره کالاهای دیگری رو داره اینجا مصرف میکنه. نباید جلوی مکه و حج و عمره رو گرفت، با جلوی جهل مردم رو گرفت. مردم باید عاقل کرد. بعد مردم گفت این حرف اگر بخواهد حرف جهانی باشه باید از کنار کعبه برخیزه. الان حقیقتاً حرمین در اسارت آل سعوده. شما ببینید وجود مبارک از تعمیر در اون نامه‌ای که برای مالک برقوم فرمود، فرمود مالک ما انقلاب نکردیم که خودمون آزاد باشیم، ما بنده خداییم.
ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. فود مالك، این دین، این قرآن، این نماز، این حج در اسارت بود. از این بیان شفافتر، ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار يعمل. حالا حضرت تقیه میکرد، مدارا میکرد، ولی بالاخره حرفش زده دیگه. این دیگه تو عهدنامه رسمی وجود مبارکه هست، امیر است نسبت مالک. تو نهج البلاغه از کتابهایی که 100 سال قبل از نهج البلاغه نوشتن همین مطلب را آوردن. ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار. الان حرمین در اسارت آل سعود است. این وهابیت چی نرف میزنه؟ در کنار مقدس‌ترین مکان اون امام جماعت مسجد، اون حرف لا تائر و حرف بیدن و غیر رو میزنه. مگر اشارت چیه؟ یعنی بیان زنجیر بکشن دور کعبه؟ کعبه و حج و عمره در اسارت آل سعود است، در اسارت وهابیین است. ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار. وجود مبارک هست امیر در صدر اسلام در یه مقطع خاص، سیدن استاد امام حشره الله مع الانبیا در مقطع وسیع تر. او اگر ما در باری زیارت ائمه میگیم اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، الان کاملا در کنار مزار امام و مرقد امام میگیم اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اقمت الحج. حج رو اقامه کرد. مگر در حج سخن از برائت از مشرکین بود؟ مگر مرگ بر آمریکا در کنار گوش مزدوران آمریکا مقدور بود؟ این رو این امام زنده کرد، حج را اقامه کرد. ما درباره ائمه دیگه شهادت نمیدیم چون فرصت نبود. درباره وجود مبارک هستمی شما تو نهج البلاغه میرید، حضرت برای واری مکه نوشت فلان کس من به تو دستور میدهم اقم الحج. این تو نهج البلاغه است. حج را اقامه کن. اونم یه مختصر. ولی امام حج را الان دارد 30 سال اقامه می کند. این شعار مرگ بر آمریکا و شعار مرگ بر اسرائیل تنین انداز است. فضای مکه را، فضای حرمین را، فضای عرفات را، مشعر و منا را، این مثل لبیک لبیک همه ظاهران پر کرده. برابر این نباید گفت که ما حج و عمره را کم بکنیم، باید اون هزینه های زائد را، اون سوغات های زائد را کنیم. بعضی از سوال ها می مونه که انشاءالله فرصت دیگر. الحمدلله.